بچه ها، قبل از اینکه به این ترک گوش بدیم یه نفس عمیق بکشیم. بچه ها، نمیدونم چقدر در جریانید، ولی از وقتی که حسین اون استوریو گذاشت که گفت میپردازم بهش، تا الان من روز شماری میکردم تا این دیسترک بیاد بیرون و بالاخره اومد به نام Q69. هم قرار راجع به کاورش صحبت کنیم، هم راجع به اسمش، هم راجع به خود آهنگ، کلی صحبت داریم. سریع بریم و بیایم و این ویدیو رو سریعتر شروع کنیم. اول از همه کانال سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید و یک کامنت انگلیسی هم بذارید تا سابتون نپره. نکته دوم که هشتگ راسکادو فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستی هشتگ راسکادو بزنید تا خونه آدم بزرگتر بشه. این پایین هم همه فضای مجازیمون هست، اگه فعال نکردید حتما فالو بکنید. چند تا نکته قبل از اینکه این ترک گوش بدیم حتما باید بهتون بگم. نکته اول اینکه تشکر بکنیم از اسپانسر خوب این برنامه، فروشگاه سیکیمی. بچه ها، فروشگاه سیکیمی فروشگاه پوشاک که قبلا راجعشون صحبت کردیم. سیگنیچر بالشونه که اومدن از فوشا اسلنگای فارسی استفاده کردن و اومدن اونا رو به صورت شکل طراحی کردن روی لباساشون که الان چند تا روی صفحه میبینید. حتما پیشنهاد میکنم که وبسایتشون رو چک بکنید. 10% تخفیف به کسایی که از طرف رادیواکتیو زون خریداری میکنن اهدا میشه. کد تخفیف هم هست راسکواد 10، دمشون گرم بابت این پرومو کد خفن. لینک خرید و کد تخفیف گذاشتم توی دیسکریپشن، حتما برید و چک بکنید. این از نکته اول. نکته دومی که کاور کار به شدت عجیب و خفنه، حالا میخوام راجعش صحبت بکنیم. همونطور که میبینید یه بک‌گراند سفید داره که چیز خاصی نیست. پایین سمت چپ لوگوی جوهره که اونم چیز خاصی نیست. تا اینجا یه کار، حالا جالب میشه. یه دست پشمالو میبینیم که بین دو تا انگشت وسطش یه کاندوم گرفته، کودکس اکس لارج، که احتمال زیاد دست حسین باشه. به حسین میخوره که اکس لارج باشه، البته من ندیدم به سیسش میخوره که اکس لارج باشه. اون انگشتر معروف حسین هم دستشه. جالبیش حالا چیه؟ اینه که اومده نماد 021 رو گرفته. کی بود 021 نشون داد؟ هنوز خالکوبیشه؟ هیچکس. احتمالاً تیکه به هیچکس داره. حالا جالب تر از اون چیه؟ شاخ گل روزه که قبلا هم راجبش صحبت کرده بودن، هم فدایی هم حسین، رفته تو سوراخ 021، تو سوراخ 0. دیگه خودتون باید بگیرید داستان چیه. و یه جور دیگه هم اگه بهش نگاه کنید، این 021 که اینطوری گرفته مثل لوگوی ملتفت شده، یعنی اون کاندوم، اون تیزی لوگوی ملتفته. و یه پرستوه، یه پرنده هم هست که روی اون دسته خالکوبیه که شاید تتوی دست حسین باشه. یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد، اون خط خطی هایی که هست یه جورایی یاده گورخر ما رو میندازه. و دیسترک یخ از زد بازی هم عکس گورخر بود که اشاره داشت به ملتفت، شاید اومده از این سمبل استفاده کرده، مطمئن نیستم. بریم سرخط خود داستان ببینیم که چجوری است. یه اسمش هم صحبت بکنیم، Q69. بچه همونطور که میدونین قبلا اسم فدایی اشکان فدایی بوده کوین 69 که دیسلاو میخونده. اون 69 احتمالا به خاطر همونه. کیو هم حالا یا کوین 69 باشه که میشه ملکه 69. یه جور دیگه میشه برداشت کرد و اون کیوه یه خط توی یه دایره مثل همون گل روزه توی 021 0021، یا هم که لوگو ملتفته، کیو برعکس لوگو ملتفته. خیلی پیچیده است. بریم حالا سر اصل داستان. 3 دقیقه و 51 ثانیه از حسین دیس به فدایی و احتمالا ملتفت و هیچکس و خیلی های دیگه. بریم ببینیم برامون چی پخته. برو بریم سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. این آهنگ عروسکمه بچه ها، فکر کن عروسک من یا عروسکم از کوین 69 فدایی قدیم که دیسلاو میخوند، بعد یه دفعه سویش شد رو بلیت. گوش کن بچه ها، اینم بگم اینجا قراره زیاد پاز بزنید چون ریاکشنه. اگه میخوان آهنگ رو به صورت کامل بدون پاز گوش بدید، لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید و گوش بدید. ولی اینجا قراره که کلی پاز بزنیم. و اینم بهتون بگم بچه ها، احتمال داره من خیلی از نکات رو نگیرم چون هم دیست هم حسینه. اگه نکته من نگرفتم حتما توی کامنت ها بنویسید. برو بریم. سیفونو انگار کشید، دقت کرد یه صدا سیفونی اومد. صدا بچه‌م داره میاد، صدا موشکم داره میاد. بابا بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو به تو خایس. بونجور مادام، فدایی کجا زندگی میکنه؟ فرانسه. بونجور مادام، مادام هم به زن شوهردار فکر کنم میگم مادام، بونجور هم که یعنی سلام به فرانسوی. بابا
بابا بونجوغ مادام. کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو. نردبون میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایاب. جند دادی سوراخ تو نقد بدم که پایا یزید. اول وایسا میگه من نردبون تو شدم، همینی که استوری گذاشتم و بحث و کش دادم نردبون تو شدم، یعنی این دیسترک یعنی نردبون فدایی. اوکی بریم جلو. حالا کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو. نردبون میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایاب. جند دادی سوراخ تو نقد بدم که پایا یزید. یهودی دیلو فکرونو گزید دیزی پول ویزید میدی چو که میزایی تو زیر فیزیک. اول اینکه چقدر با خشم داره میخونه این دیسترک، یعنی عصبی رفته پشت میکروفون، این از اول. نکته دوم که چقدر تکنیکی و فست داره میخونه. و بعدم گفتش یزید، چون گفت من یزیدم توی ترک بلیت، گفت یزید. جند دادی سوراخ تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو. نردبون میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایاب. جند دادی سوراخ تو نقد بدم که پایا یزید. یهودی دیلو فکرونو گزید تیزی پول بی... یزید گزید میدی چو که میزایی تو زیر فیزیک. قصرا تو خودت مینویسی یا که میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی ها ایش بتره یا که کربات. میگه خودت تکستاتو مینویسی یا هیچ کس اون پشت نشسته، هیچ استوری هیچ دیسی نمیده، تو میای از تکستای هیچ کس منو دیس میکنی. فکر نکنم چون فدایی قلم قوی داره، ولی خب بریم جلو. میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی ها ایش بتره یا که کربات. یالا بگو کدوم وری رسید به تونه ترا لاشگوش نایا که سفا که چه دواز شهر مگه. نکته داره این. اول از همه ریش یا کربات دوتا عکس از فدایی هست، یکی اینکه ریش گذاشته یه جوری بچه مذهبی طوری قیافهش، یکی هم اینکه خب با کربات عکس داره، یه جوری داره میگه شما حزب بادید. خب کربات یالا بگو کدوم وری رسید به تونه ترا لاشگوش ترک میریتولک حسینو پیش رو اگه اشتباه نکنم میگفتوش لاش گوشت. کربات یالا بگو کدوم وری رسید به تونه ترا لاش گوشت نایا که سابا کی چته باز شهر مگه خالیه که تو جلو ما سفت شدی مزدور دوگان سوزای جونه بر همه اینا میگیرن همیخورن ادول غرب داتی نکو پر میشه یه رو برا کیر خر هیله گر درک های سیاسی تونه که برا پاس بود دیگه نگو میره روی غیر تیکش رو توی استوری گذاشته بود بعدم سری پاکش کرد. ترک های سیاسی تونن که فقط برای پاس بود، یعنی سیاسی خوندن که پاسپورت پناهندگی بگیرن دیگه، یعنی میگن آقا به خاطر اینکه ما سیاسیم کارمونه بندازین جلو که ما سریعتر پاسپورت حالا پاسپورت فرانسه رو مثلا بگیرن. وحشی اومده اکو پر میشه یه رو برای کیر خر هیله گر ترک های سیاسی تونم که برای پاس بود دیگه نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیره ببینیم دن جنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیئت میاد پایین گیریمت به پاسر رو نم جو که میگه هیئت صدا از این چیزا هم میاد، اسمش یادم رفته، پشمای آدم میریزه با هیتون مقصد گوش بدی خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیئت میاد پایین گیریمت به پسر رو نبریم روی تن بیدینه واسه سرباز مرگنی ها رسوی دیرینه واسه شما ترس رو کبر و ماشینینه بگو ای بد بزا پیش بینید کنم با فدا ادا تو هم اونایی که میشینی تک سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به نازم مجموع بعد که پا میچی ولی میبینی همش پش بود اماله شیت تو رو که نمیشنازم بزا پیش بینی بکنم که تو چه شکلی. میگه از اونایی که میری دستشوی میشینی وقتی کارت انجام میشه میگی او چقدر خفن. خب در صورتی که میگه همش پشمه، همش فکر میکنی مثلا کارت خوبه، تش یعنی آقا فکر میکنی کارت خوبه ولی کارت خوب نیست، پشمی. حالا میندازی بازو روزانو میگی به نازم مجموع بعد که پا میشی ولی میبینی همش پش بود اماله خودتو جان از جای مبارز نخاله بدون پریده در میرزه وارد واسه ما شهیدا نویدم بازوز هلالت گوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله داشیمو هیچ کس رئیس ادامه میدم با سوز هلالت گوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله داشیم و اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی پی خاله خشتک دم کون زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مس پول بت عواز جنب عقب بزنیم عقب بیرون بکشیم و توی جس تو چی پی خاله خشتک دم کون زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مس پول بت عواز جنب بچه پیروزی بب... میگه ما پول بتو استفاده کردیم که زندانی‌ها رو آزاد کنی. حالا من نمیدونم چقدر این حقیقته، ولی تو اون پولی که به دست میاری همش از حاشیه است، میای زد بازی یا دیس می‌کنی، من رو دیس می‌کنی، یاس رو دیس می‌کنی. بزنیم عقب. تو چی پی خاله خشتک دم گونه زد نه زد یاس امرو ما یاس یه روز یاس امروز ما خونه مس پول بت حواس جنب بچه بی... شیت. یعنی یه جورایی ما از همین هم نسلیایی که هم سطح خودش هم مثل زد بازی مثل یاس د
دفاع هم کرد. امروز ما به حلال خونه چیمو اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی به خال خشتک دم گونه زد یه رویاس. امروز ما به حلال خونه مس پول بت حواس جنب بچه پیروزی ببینیم چک نکو میبریم که بدوزی مثل تو این طرفای جنتای بود برکشیده که مخلاق چرا مثل گوز سرکشی ها دیگه نگو میره روی قیمت سگ خورد وقتی میرسه به همه خیلی ببینیم کورس داری هم به ترس میده، یعنی کورس خیلی قویه هم به شدت گنگه. قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیلی ببینیم ادن جنگ خیبر فتی اگه یزیدی این جنگ خیبر هم بچه ها کسی که نمیدونن یه جنگی بود بین مسلمان ها و یهودی ها که فکر کنم زمان حضرت محمد بود، حالا بحث داریم فلسفی مذهبیش میکنیم و مسلمان ها یهودی ها رو شکست دادن. بعد میگه مثل جنگ خیبر ما فتحتون میکنیم، مثلا اینم حسینه دیگه. ببینیم ادن جنگ خیبر فتی اگه یزیدی مبد خیلی نکته داره. هیا هیا بیا پایین گیریمت به پا سر رو نبریم روی دن بیدینت واسه سرباز مرگنی آرزوی دیرینه واسه شما ترس رو کبر و ماشیرینه بگو هی. این حسین رحمتی علکی حسین نشده. خب درسته که دو سه ساله اصلا محوه ولی حسین حسینه، دستی کمش نگیر. جست نال خونه لاش لات شده حالا برامو تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس برو روت میشه خط دار تر آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین در خط دار تر از آدیداس. سه تا خط داره آدیداس دیگه، میگه بیشتر از اون خط داره. ایکی برو روت میشه خط دار تر آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین در آدم لولوها تو باز کنیم برات بشه عبادت. برادر حسین تو ترک بلیت میگه برادر حسین، میگه آره به من میگم برادر بکش پایین شلوارو فکر کنم. من میگم برادر بده پایین درادم لولوها تو باز کنیم برات بشه عبادت. ندیدیم اون کس فقط میکنی تو تلاوت ببینیم رنگ میدی جلو میگی یه ساعت ارادت مثل تو زیاده از اینش فشار ببینم ات خوردی چک و بسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کر مسیح علی نجاد رو خو بنما تو تلاوت فرمت بدم ایکی فکر کنم اولین باری که من از جای خودم پا شدم حداقل با این دکور. ببین دیگه چیه که ما را از صندلیمون پاشوند. قشنگ مثل میدون بوکس شده. یعنی یکی از این ور زد یکی از این ور. دو تا پانچ لاین پشت سر هم. میذارم عقب گوش کن. ارادت مثل تو زیاده از اینش فشار ببینمت خوردی چک و بسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت خش جدو چیه؟ چون تو دیسترک بلیت فدایی میگفت که من جدو کارم میزنمت زمین، بعد اینجا حسین میگه جدو چیه من با خشاب میزنمت، یعنی تو حتی اگه جدو کار خفنم باشی من با خشاب پیو پیو چک و بسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کر مسیح علی نجاد موی فر. این عکس جدیدی که ازش پخش شد که موش فر بود، میگه با موی فر مسیح علی نژاد هم موهاش فره دیگه. بعد اینا یه رابطه خوبی هم با هم دارن مسیح علی نژاد و کلا گروه ملتفت. خیلی داره بد میزنه حسین، اصلا بدتر از یعنی شاید تکستش از تکست بلیت ضعیف‌تر باشه ولی لحن حسین خیلی عصبیه. جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کر مسیح علی نژاد رو خو بنما تو دلاور فرمت بدم کی بخوری و سه تا دور مثل مکرون که یه چک خورد جلو مردم بده مکرون کیه؟ رئیس جمهور فرانسه. فدایی کجاست؟ فرانسه. فکر کنم دفعه دوم سوم داره اینو میگه که مثلا رفرنس فرانسه. دور مثل مکرون که یه چک خورد جلو مردم بده بد دو حرکت کن دلقک یارو به ما میگه قاضی کشتم خفه زر نزن دایی بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سبز چرا شیش دایی میای آخه که چی گست مخت اصلا پیه چی لاشی اونایی رو که چرا شیش دایی میاد با چی داره میگه؟ ملتفت پنج نفرم فکر کنم، شاید به خاطر اینکه ترک بلیت 6 دقیقه بود اگه اشتباه نکنم میگه چرا شیش دایی میاد 6 دقیقه میای منو دیس میکنی احتمال داره. خفه زر نزن دایی بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سبز چرا شیش دایی میای آخه که چی گست مخت اصلا پیه چی لاشی اونایی رو این پیر میشی با یه روز حبس هم چون حسین بیشتر حبس کشیده دیگه که چی گست مخت اصلا پیه چی لاشی اونایی رو که پاشی تو خاک قربونم زیر خواهی های فاشیسم بودو جیره تو از آزمان بگی خفه خون شما نمیخواد از آبان بگید ازم اون گل روز رو دادم بذاری تو گل نونت منتها محبت وایسا حالا دکلمهاش یک دقیقه دکلمه داره وایسا بزنیم عقب اصلا سردرد گرفتم. بودو جیرت رو از سازمان بگیر یعنی خودت هم نونخور سازمانی کف خون شما نمیخواد از آبان بگیر ازم اون گل شلیک تموم کرد میگه شما نمیخواد از آبان بگیر یعنی خودتونم وصلید اوکی دادم بذاری تو گل نونت منتها محبت سرت نمیشه خودم میام میکارم تو گلدونت آبم بشمیدم درخش پس برگو
میگه این گل روزه هست که چقدرم دارن الان این گل روزه رو کش میدن، یه ایموجی گل روز گذاشت الان سه تا آهنگ فقط راجع به این گل روزه تا الان اومده، حتی کاورش هم این گل روزه هست. میگه این گل روزه رو بهت دادم، گفتم آقا بسش کن، تو بسش نکردی، حالا دارم میکارم تو گلدونت دیگه. چی بگم دیگه، خودتون فهمیدید. محبت سرت نمیشه، خودم میام میکارم تو گلدونت، آبم بهش میدم درخش پس فردا. راستی گلادیاتور ما رو دیدی گرد ندی گلابیاتو. تو پول پناهندگی نگی، دلغک نمیخواد برای ما اتر جا به جا کنی. رتته فیلم فارسی زیاد میبینی ها، هالیوودیشو ببین جلوه ویژه داره، چارت دعوا یاد بگیری. فیلم فارسی فکر کنم سیلوستر استلونه رو میگه، تیکه اون که فدایی بهش انداخته بود. ببین جلوه ویژه داره، چارت دعوا یاد بگیری بچه. در مورد قضیه صادقم بگم، یه سری ها اینه تو فقط اسمشون رو یدک میکشن. بابا بیاد بگید حقیقت رو به مردم، مفرای اسکله یه بری. بکنم یه جایی داره به صادقم میگه، میگه آقا بیا اینو شفاف سازی کن، یعنی حداقل یه استوری بذاری، یه چیزی بگو، واقعیت رو بگو. حالا ما هنوز نمیدونیم واقعیت چیه بچه، چون فقط حسین و صادق بکنم میدونن داستان چی بوده. برای اسکله یه بری و این قضیه پریک چیه میای واسه ما یه وسیله بدیم که آخر همه فریستایلش و دیساش میگه پوا. و این قضیه پریک چیه میای واسه ما یه وسیله بدیم شلیک کنی بابا. سری بعدم 20 سالی دیگه به کیف و کفشم، در ضمن رپ مینویسی یکم فارسی بنویس ما هم بفهمیم چی مینالی بابا. به تیغم به تو بم میتکه کسشر استاد کسشر پشمام. حاجی یکی از بهترین ریاکشن های من، حالا نمیدونم ریاکشن ویدیو چطوری در اومد، ولی ریاکشن های خودم از خودم راضی ام که چقدر این خفن بود، چقدر این ترک خفن بود. اون تیکه‌ای که به فدایی انداخت به خاطر په کردنش، گفت آقا این پس نکن ما شلیک میکنیم تو، بس صدا تفنگم اومد. بعد اون تیکه بت 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 فدایی اومد مسخره کرد، گفت فارسی رپ کن. آقا مغزم داره سوت میکشه، نظرها با شما. به نظرتون فدایی بهتر زد توی ترک بلیت یا حسین بهتر زد توی ترک Q69؟ اگه جایا نگرفتم حتما توی کامنت ها بنویسید، خوشحال میشم که بخونم. اگه هم چیز خفنی بود 100% پینش میکنم، احتمال زیاد میدم که اشکان فدایی جواب حسین رو میده، خیلی احتمالش بالاه. شاید هم اصلا هیچکس اومد داد نمیدونی، هیچکسی خیلی وقت ساکته. ولی دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. فعلا کی خوب خودشه، کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه، کی قبول داره این که تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه، نداریم شکلش فرق میکنه. دولت